آوازخوان پر آوازه کشور وفات کرد. کارزار ملی ضد جنگ تقلایی برای برقراری سال. به نام خداوند بخشاینده و مهربان. باز هم خوش آمدید به یکی دیگر از ویدیوهای چینل دیلی برز. تقاضا می نماییم تا آخر این ویدیو با ما بوده و چینل ما را سابسکرایب نمایید تا از جدیدترین ویدیوهای روزانه ما با خبر شوید. و نقل از صفحه رسمی روزنامه 8 صبح، هنرمند پر آوازه کشور وفات کرد. عبدالله مقری، آوازخوان و هنرمند مشهور کشور، درگذشت. علت مرگ این آوازخوان انقلابی و برجسته کشور ابتلا به ویروس کرونا اعلام شده است. در عین حال، کارزار ملی ضد جنگ تقلایی برای برقراری سال، همزمان با شروع خروج نیروهای خارجی از افغانستان، طالبان موج جدیدی از حملاتشان را آغاز کردند. طبق معلومات نهادهای امنیتی، حملات طالبان تقریبا در همه ولایت گسترش یافته و آنها عملا با نیروهای امنیتی درگیر جنگند. این گروه هر چند کدام عملیات را برای سقوط ولایت را اندوزی نکرده، اما بیشتر به سقوط ولسوالی ها روی آورده است. بر اساس خبرهای نشر شده، تنها در 10 روز گذشته دست کم 15 ولسوالی بعد دست جنگجویان طالبان سقوط کرده است. این موج حملات نگرانی شهروندان را به همراه داشته است، تا جایی که شماری از آنان با راه اندازی کارزار ملی ضد جنگ خواهان ختم خشونت و درگیری در کشور شده اند. شهروندان کشور ضمن اینکه خواستار توقف جنگ هستند، از طرفهای درگیر خواستند که صلاحشان را به زمین بگذارند و برای برقراری صلح تلاش و مذاکرات را فوراً آغاز کنند. این شهروندان در حال خواستار از سرگیری مذاکرات صلح شده اند که این روند بیشتر به بنبست خورده است. هیئت مذاکره کننده دولت در حال حاضر در دوحه حضور دارد تا مذاکرات را آغاز کند، اما هیئت طالبان تا کنون چراغ سبز نشان نداده است. گروه طالبان در جریان ماهای اخیر دور تازه از حملات را آغاز کرده است. جنگجویان این گروه حملاً در 34 ولایت کشور با نیروهای امنیتی در نبرد هستند. هرچند نهادهای حقوق بشری از طرفهای درگیر جنگ به ویژه گروه طالبان خواسته اند که حملاتشان را کاهش دهند و برای برقراری صلح تلاش کنند. این گروه اما به این خواسته ها وقعی نگذاشته و حملاتش را تشدید کرده است. این امر سبب نگرانی شهروندان شده است. آنان با راه اندازی کارزار جنگ را در افغانستان بس کنید. از طرف های درگیر می خواهند که به صدای صلح‌خواهانه مردم لبیک گویند و دست از جنگ بکشند. نصیر احمد نویدی، یک تن از کاربران شبکه های اجتماعی، با پیوستن به این کارزار از حکومت و طالبان خواسته است که به ندای ملت لبیک بگوید و جنگ را فوراً متوقف کند. او تصریح کرد که گرچند مذاکرات بین الافغانی سال به بنبست خورده، اما طرف های مذاکره کننده باید به شکل جدی و صادقانه این روند را آغاز کنند. او از هیئت های مذاکره کننده دولت و طالبان خواسته است که پیش از خروج مکمل نیروهای خارجی بالای پلتفرم واضح برای آینده کشور و توافق برسند. مدثر اسلامی، شهروند دیگری، گفته است که جنگ جاری در کشور سبب بدبختی شهروندان شده است.
او از طرفهای درگیر جنگ به ویژه گروه طالبان خواسته است که هرچه زودتر به جنگ خاتمه دهد تا مادری در سوگ فرزندش ننشیند و خواهری درد از دست دادن برادرش را نکشد. به همین ترتیب امید فضلی در صفحه تویترش با اشاره به جنگ اسرائیل و فلسطین گفته است که آنان 3 روز جنگ کردن و سرانجام به دلیل بدبختی جنگ آتش بس کردن. او گفته است جنگ بدبختی است. نتیجه نهایی جنگ نابودی وطن است. ملت‌های خردمند برای جلوگیری از جنگ رای حل می‌یابند. او افزوده است که دیگر دعوای جنگ بس است. او خطاب به طالبان گفته است که نگذارید دیگر وطن ویران شود. راه اندازی این کارزار با استقبال چهره‌های سیاسی و علمی کشور مواجه شده است. محمد امین احمدی عضو هیئت مذاکره کننده دولت گفته است نشانه ها حاکی از آن است که جهان مردم افغانستان را یک بار دیگر با تمامی رنج هایش فراموش می کند. او افزوده است که مسئولیت بخشی از این فراموشی به خود مردم افغانستان برمی گردد و گفته احمدی اگر شهروندان کشور در راستای عدالت، برابری و صلح پایدار متحد و منسجم نشوند، نیروی مؤثر در سیاست منطقه و جهان به حساب نمی آیند. او توضیح داده است که در آن صورت اولویت جهان در مورد افغانستان در حد مبارزه با داعش و القاعده تنزل خواهد کرد. این عضو هیئت مذاکره کننده دولت افزوده است که سازماندهی و بسیج اجتماعی تمامی گروه های ذینفع اجتماعی برای مبارزه با جنگ خشونت، تبعیض و انحصارگرایی لازم است. او در ادامه تصریح کرده است این آرمان ها می تواند ما را متحد و قدرتمند بسازد. اگر بر محور این ارزش ها متحد شویم و تکنیک های مبارزه و مقاومت مبتنی بر عدم خشونت را بیاموزیم، دیگر هیچ کسی نخواهد توانست از راه جنگ بر سرنوشت ما مسلط شود. با تشکر که تا آخر این ویدیو با ما بودید. تا ویدیوی دیگر، الله یارو مددگارتان، اوقات خوش داشته باشید.